به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین دوستان عزیز سلام امروز با گوشه سوم به نام روحاب یا رهاوی از دستگاه شور در خدمتون هستم امیدوارم که دو تا گوشه قبلی رو خوب تمرین کرده باشید و تمام نکاتی که من اونجا یادآوری کردم رعایت کرده باشید و تقریبا و آرام آرام یک آواز خواندن خوب رو تجربه کنید توی این فایل و توی این درس و گوشمون بازم نکاتی رو با هم مرور میکنیم و تحریرها رو خورد میکنیم و ریز میکنیم تا شما راحت تر یاد بگیرید و بعد از اینکه اینا رو خوب گوش کردید فایل اصلی رو با دقت گوش بکنید و با متر خودش و با سرعت خودش بخونید با به کارگیری تمام نکاتی که با هم اینجا مرور میکنیم فقط به تمام چیزهایی که میگم خوب دقت بکنید و سعیتون بر این باشه که اونا رو حتما رعایت بکنید و به کار بگیرید تو آواز خوندنتون شروع این گوشه با شعر هست و ما تحریری برای شروع نداریم دقت بکنید در منه من ببینید من چطوری میخونم در میبینید روی او یه ویبره ریز داریم خیلی سری در اندرون منه من روی ا هم اگه دقت کنید بازم ویبره ریز داریم این ویبره ها حتما باید اجرا بشه هرچند که نامحسوس هست ولی تاثیر خودش رو شنونده میذاره شما هر چقدر به ریزه الان دقت بکنید و کار بکنید همونقدر آوازتون شنیدنی تر خواهد شد حتی این نکات بسیار ریز حتی این نکته بسیار ریز رو باید رایت بکنید پس میشه درون من خست دل خست دل ندانم کیست ببینید این ویبره رو ما به طور خیلی نامحسوس بیشتر جاها داریم من حالا با اقراق میخونم گوش بکنید در اندرون من خست دل ای ای اینا رو همه رو ما داریم ولی وقتی که نامحسوس میشه میشه در اندرون من خست دل ندانم کیست دقت کنید وقتی ریز میشیم شما میبینید که ویبره خیلی ریزی داریم توی این کار توی آواز این باید رعایت بشه حتما خیلی نامحسوس ها محسوس نباشه که صداتون بلرزه ولی حتما توی کشش ها ما یه ویبره ریزی داریم بعد حالا روی ندانم میگم ندا ندا دادای دادای دا. یه انگار که یک قوسی رو میدم ندا ندا یه شما فکر کنید که من میرم یک آبشار و شیرجه میزنم پایین و دوباره میام بالا یه همچین حالتی ندا نم کیست یه اوج یه فرود دوباره یه اوج ندانم کیست خب پس میشه در اندرون من خست دل ندانم کیست خب این مصره رو با هم یه چند بار گوش کنیم و تکرار کنیم تا بریم سراغ ادامه کار که ما در ادامه کار همین مصره رو دوباره تکرار میکنیم با یک ملودی جدید و بر انتها هم تحریر کار رو داریم خب لطفا اینو رو چند بار گوش کنید و تکرار کنید تا بریم ادامه کار انجام بدیم در اندرون من خست دل ندانم کیست 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 خب حالا این مصره رو با یک ملودی جدید تکرار میکنون. لطفا این رو هم گوش کنید و بعد با هم این رو دوباره تکرار خواهیم کرد و تمرین میکنیم لطفا گوش کنید درن منه ببینید روی منه منه این رو توی گوشه های گذشته هم داشتیم روی سخن توی درامد روی کرشمه داشتیم درن درون منه منه پس بهتر همه اینا رو الان یاد بگیرید چون همه اینا رو تکرار خواهیم کرد توی آوازمون توی ردیف همون. در اندرون من خست دل ندانم کیست دقیقا تا اینجا پس یه نکته که داشت روی این بود در اندرون من من, من هم که حالا خیلی ریز داریم در اندرون من خست دل ندانم کیست خب دوستان این ملودی رو روی این مصرع شنیدید حالا این رو با هم تمرین کنیم تا به انتهای کار برسیم که در انتها هم یک تحریر داریم خیلی زیبا اون رو هم با هم تمرین خواهیم کرد این رو چند بار گوش کنید و تکرار کنید در درون من خست دل ندانم کیست در اندرون 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 من خست دل ندانم کیست در من خست دل ندانم کیست حالا میرسیم به تحریرش امان اما روی امان به ام که میرسیم روی آ سه تا تحریر میدیم سه تا تک تحریر به هم متصل و میایم پایین میگیم امون، امون. خط کردید پس میشه در اندرون من خست دل ندانم کیست خب این رو چند بار با این تحریرش گوش کنید و سعی کنید تکرار کنید تا بریم به مصرع بعدی لطفا گوش کنید و سعی کنید این تحریر انتهایی رو هم به این مصرع وصل کنید دارم درون من خست دل ندانم کی امان درون من خست دل ندانم کی در اندرون من خست دل ندانم که سوانم در اندرون من خست دل ندانم که سوانم در اندرون من خست دل ندانم کی سوانم در اندرون من خست دل ندانم کی سوانم در اندرون من خست دل ندانم کی امان در اندرون من خست دل ندانم کی امان در اندرون من خست دل ندانم کی اما در اندرون من خست دل ندانم کی اما در اندرون من خست دل ندانم کیست در اندرون من خست دل ندانم کیست در اندرون من خست دل ندانم کی در اندرون من خست دل ندانم کی خب و اما بعدی که من خموشم و او که من خموشم و که من خموشم گفته میشه نکه خاصی روش نیست اما روی او دو تا تحریر داریم که من خموشم و او 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 دقت کردید تحریر سه تا تحریر هم که من خموشم و او پس عین تحریرهایی که تو مثوت او داشتیم که من خموشم او او رو میکشیم یک مقداری که از او کشیدیم سه تا تحریر میدیم که من خموشم و او که من خموشم و او در فقان و در فقان و در رو, رو فقان که من خوش و در فقان و در فقا 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 یه تکهری فقا و در قدر ببین در رو میارم سر جاش که جاش بیاد یعنی باید فرود کنم روی این نتی که روی در هست که من خوش و در, در حتما در رو باید بیام اینجا فغان و در قوغاست 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 پنج تحریر هاست ها 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 دقت میکنید همیشه تحریر آخری رو جایی میریم که بتونیم خوب فرود بکنیم اون چهارتا روی نوت میشن در قوغاست پنجمی میره یک مقدار نوت بالاتر که بتونیم فرود بکنیم خب حالا این مصرع رو با هم چند بار گوش کنیم و تکرار کنیم تا باز هم کار رو جلو تبیم که <applause> من خموشم و در فقان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم او در فغان و در غوغاست که من خموشم او در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم او در فغان و در غوغاست که من خموشم او در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فغان و در غوغاست که من خموشم و در فقام و در غوغاست خب حالا بریم برای تحریر انتهای کار لطفا گوش کنید اوه اوه آو اینه که آواز اوه سه تا آواز اوه اوه

بعد اینو دوباره همین الگو رو داریم آخ داد دقیقا همون الگوی قبلی رو با این ملودی داریم میاییم پایین یعنی اگر الگوی قبلی رو قبل از این یاد گرفته باشین همین الگو تکرار میشه فقط آخرش که

رها میکردیم به طور نامحسوس که صدا قطع کامل نمیشه خیلی قطع شدن صدا انقدر توی زمان کوتاه اتفاق میفته که قابل شنیدن نیست ولی وقتی آروم میخوایم اجرا بکنیم کاملا دقت کردید حالا این تحریر رو با هم چند بار گوش کنیم و تکرار کنیم توضیح دادم حالا میخوام که اون رو به سرعت طبیعی خودش بخونم و شما هم با من یه چند بارش که گوش کردی تکرار کنید دقت بفرمایید Uh oh uh oh They Oh. mm uh. این هم نکاتی بود که برای گوشه رهاب یا رهاوی استفاده می شود. شما اینا رو گوش بکنید این قسمت رو بعد اینکه این قسمت رو که به عنوان تمرین من همه اینا رو به عنوان تمرین اولشون گذاشتم مثلا تمرین کرشمه تمرین رهاب، تمرین درآمد اینو که خوب گوش کردید و با ریزکاری ها آشنا شدید خب بعد اون فایل اصلی رو که من گوشه رو کامل اجرا کردم اون رو خیلی گوش بکنید و به تمام نکاتی که گفتم دقت بکنید و روش تمرین بکنید اول یکی دو بار فایل اصلی رو گوش بکنید که من خوندم بعد این توضیحات رو باهاش کار بکنید توضیحات رو خوب باهاش کار کردید تمام اون قسمت های آوازی رو قسمت های تحدیدی رو نکات رو خوب یاد گرفتید بعد بیایید دوباره فایل اصلی رو خیلی زیاد با متر آوازی که من خوندم کار بکنید خیلی تاکید میکنم متر آوازیتون کند یا تند نشه دقیقا سرعتش با سرعت خوندن یکی باشه همتون رو به خدا میسپارم تا گوشه بعدی خدا نگه